سلام به کانال پرفکت نرس، خوش آمدین. سری دوم جواب بانک سوالات فارماکولوژی نرسینگ وزارت صحت عامه را شروع میکنیم. از سوال 52 تا که صفحه 77 میشه تا ختم صفحه 81 انشالله در این جلسه میخواییم صحبت بکنیم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. سوال 53، یکی از دواهای زیبا ازدیاد حجم ادرار و الکترولیت ها فشار خون را کاهش می دهد. متوپرولول، آمپیسیلین، فروزماید و بروفن. خب وقتی میگه که ازدیاد حجم ادرار به معنی دیورتیک هستش. پس ببینیم متوپرولول اینها بتا بلوکر ها هستن. آمپیسیلین آنتیبیوتیک هست. فروزماید دیورتیک هست و بروفن هم ضد درد هست. پس جواب صحیح ما میشه گزینه سی. سوال 54، یکی از اعراض خناق صدری می باشد. خناق صدری یا همون آنژین صدری یا درد قفسه صدری، درد در عقب عظم قفس هست که جواب ما همین هست. درد در اطراف سرفلان نیست اگر اسهالات و استفراغ هم نیست، پس جواب ما هم گزینه A هست. فشار بلند خون عبارت است از فشار سیستولیک بالاتر از 140 و دیاستال بلندتر از 90. فشار سیستولیک بالاتر از 140، دیاستال بالاتر از 60، فشار سیستولیک کمتر از 130 و دیاستول بیشتر از 40. تمام جوابات درست است که در بین اینها بهترین جواب گزینه الف هستش. از جمله بلاک کننده های اخذ بتا می باشد آتنول، متوپرانول و پروپرانول یا دی گزینه همه موارد. باز هم این تصویر را ببینید، همینطور که توی این تصویر میبینید پروپرانول، آتنول و متوپرانول جزء بتا بلوکرها هستند. پس جواب ما هر سه گزینه درست است. از جمله ادویه می باشد که برای خناق صدری به کار می رود ایزوسوربیت، دنیتریت، آسپرین، دیکلوفناک، سی و بی درست هست. آسپرین خب یک دوایی هست برای ضد علقه، خود در سنین بالا استفاده میشه ولی برای آنژین به کار نمیره. و دیکلوفناک ضد درد هست. بهترین جواب در اینجا ایزوسوربیت، دنیتریت هستش که در آنژین صدری یا همون خناق صدری استفاده میشه. یکی از ادویه زیر باعث نهی آنزیم ACE میگردد. آنزیمای ACE یعنی ضد فشار خون هسته. ببینید کپتوپریل، ویتامین کا، آتنونول و دیگوکسین. خب ویتامین کا و دیگوکسین خود دوای ضد فشار خون نیستن، فقط میمونه کپتوپریل و آتنونول. آتنونول هم بتا بلوکر هست، پس جواب صحیحه که ما میتونیم انتخاب بکنیم کپتوپریل هستش. باز هم برای یادگیری بیشتر حتما این جدولی که در این گوشه تصویر گذاشتم و یاد بگیرین. تمام دواها همراه با دستبندی داروهای ضد فشار خون رو براتون نوشته و خیلی راحت میتونید این رو حفظ کنید و توی امتحان موفق باشین. وی که باعث نهی چنل کلسیم میشود برای مریضان زیر توصیه میگردد. مریضانی که فشار بلند دارن، مریضانی که مصاب توبرکولوز دارن، مریضانی که فشار پایین داره، گزینه A و B درست هست. جواب ما گزینه A هست. دوای زیر از جمله نهی کننده های چنل کلسیم می باشد نیفیدیپین، آمیلودیپین، متوکلروپرامول. گزینه A و B درست هستش. جواب گزینه درست ما گزینه A و B درست هست. یکی از دواهای زیر در فشار بلند زمان هم توصیه می گردد تیازید، تتراسیکلین، نورفوکساسین و متیل دوبا. جواب صحیح هست متیل دوبا. برای مریضان کم خون کدام ادویه زیر استفاده می شود؟ ویتامین B، گلوکوز 5%، فولیک اسید. هیچ کدام جواب هست فولیک اسید. برای کم خونی از سبب کمبود آهن یکی از دواهای زیر داده می شود آیرون دکسون، دوکسیساکلین، پاراستامول، ویتامین B12. کمخونی آهن خب معلومه آیرون یا همون زرق آهن رو برش میدن. برای مریضانی که خونشون علقه میکند از کدام دوای زیر کار میگیرن؟ هپارین، ویتامین K، ویتامین D3، همه موارد. جواب هست هپارین. آسپرین را برای کدام اطفال توصیه نمیکنن؟ بالاتر از 10، کمتر از 16، زیر 5 سال، زیر 8 سال. جواب هست زیر 5 سال. برای مریضانی که سویه کلسترول خونشون بلند است ادویه زیر توصیه می شود سیمواستاتین، هیوسین، تاوین و میکوبالامین. جواب هست گزینه A. و
باز هم دواهای ضد کلسترول خون، این هم تصویرش هست، ببینید و اسکرین شات بگیریم و تمام دواها رو یاد بگیریم. ترانزامیک اسید در به یکی از مریضان زیر مضر است، امراضی که علقه و آمبولی وجود دارد، برای مریضان اسهال و استفراغ، برای مریضان کمبود آهن دارند، برای مریضان کمبود گلوکوز دارند. ترانزامیک اسید دوایی هست که وقتی مریض دچار خونریزی زیاد باشه ما اون رو براش میدیم که باعث بشه که خونریزی مریض بند باشه. پس مریضی که خودش علقه داره و آمبولی وجود داره ما به اونها به هیچ وجه نمیدیم، چون باعث میشه که اون زیادتر بشه. پس گزینه ای درست است. برای مریضانی که در حجم پلاسمایشان کم است و مثل سوختگی ها از این دوا استفاده می شود. آلبومین، ORS، آهن، ویتامین B12. جواب صحیح آلبومین هست. آلبومین خاصیت هایپرتونیک محلول رو داره. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که آب از حجرات به سمت اویه یا رگ ها بیرون بیاد و در اینچه حجم داخل پلاسما رو بالا بکنه و توی سوختگی ها که ما باعث شده که حجرات حالت پوندیدگی دارن، آب اضافه رو ما بیرون میکشیم و در نتیجه آلبومین بهترین دوا هستش. برای مریضانی که حجم آب و الکترولیت عضویتشان کاهش یافته از محلول زیر استفاده می شود. از ORS و محلول زرقی رینگر، از محلول پتاسیم کلوراید، از محلول گلوکوز هایپرتونیک، از آلبومین. خب در اینجا از به خاطر آب و الکترولیت ما میتونیم از ORS و رینگر استفاده بکنیم. ORS داخلش الکترولایت داره و حالت زرقی رینگر هم پر از الکترولایت هستش که برای افرادی که سویه گلوکوز خونشون کاهش یافته از ادویه زیر کار میگیریم. از محلول رینگر ORS گزینه A و B و گلوکوز 10%. بخش دیگه دختر کوچولوی من امروز انقدر سر صدا میکنه، هر کار میکنم آرامم نمیشه. یکم توی ویدیوها صدای ازو هست، شما به بزرگیتون ببخشید. خب برای افرادی که سویه گلوکوز خونشون پایینه، چون گلوکوز پایینه پس ما گلوکوز 10% در نظر میگیریم. آنتی بیوتیکا عبارت از موادی هستند که برای حالات زیر توصیه میشوند، برای تداوی انتانات زنده، برای فشار خون، برای میگرن، برای مریضان نقرس. خب جواب هست برای تداوی انتانات زنده. ادویه ضد میکروب را نظر به نوع تاثیرشان به چند گروه تقسیم میکنند: دو گروه باکتریستاتیک و باکتریسید، به یک گروه ضد میکروب، به سه گروه نهی کننده دیوار حجروی و دی ان ای میکروب، به دو گروه نهی کننده پروتئین های حجروی آر ان ای میکروب. جواب هست به دو گروه باکتریستاتیک و باکتریسید. از جمله آنتی بیوتیک های گروه بتا لاکتا می باشد: پنیسیلین، آموکسیسیلین، آمپیسیلین. تمام جوابات صحت دارد. سعی ما گزینه دی هستش. یکی از عوارض جانبی شدید پنیسیلین ها شاک آنافلاکسی، سیفلیس، توبرکولوز، شاک کاردیوژنیک. این رو اکثرا همه می دانن شاک آنافلاکتیک هستش. یک دوز واحد بنزاتین پنیسیلین. خب جواب صحیح هست، 28 روز دوام می کند. مضاد استحباب پنیسیلین برای مریضان زیر حتمی هست: مریضانی که فشار بلند دارن، فشار پایین دارن، امراض قلبی دارن یا حساسیت به پنیسیلین دارن. به مریضایی که حساسیت به پنیسیلین دارن به هیچ عنوان نباید استفاده کنه. این دواها از جمله سفالوسپورین ها می باشد: سفالکسین، سفاکلور، سفروکسین. همه درست هست. خب یکی از عوارض جانبی شدید و غیر قابل برگشت آمینوگلیزیدها از دوزهای بلند عبارتند است: کری و تشوشات کلیوی، نابینایی و عدم کفایت کبدی، تشوشات شدید قلبی. همه جوابات گزینه الف کری هست. آمینوگلیزیدها از طریق زیر قابل تطبیق نمی باشد: فمی، زرق عضلانی، زرق وردی. هر سه جواب هست. جواب هست فهمی. ماکرولوئید ها آنتوبیوتیک هایی که از طریق زیر قابل تطبیق نمی باشد: زرق عضلی وریدی، زرق تحت و جلدی، زرق A و B. طریقه فهمی جواب هست گزینه A و B. آزیترومایسین و اریترومایسین از جمله کدام گروه دوایی هستند؟ بتالاکتام، سفالوسپورین، آمینوگلوکوزید و یا ماکرولوئیدها. همینطور که توی شکل میبینید
این دو تا جزء دسته ماکرولوئیدها هستند. در اچ پایلوری یک از دواهای زیر قابل استفاده است. کلاریتومایسین، متوپرولول، آسپرین و لوزارتان جواب هست. گزینه یک یک نوع آنتیبیوتیک است. این گروپ دوایی در زمان هم شیردهی و اطفال کمتر از 8 سال نباید تطبیق گردد. تتراسیکلین، پاراستامول، ویتامین سه هیچ کدام جواب هست. تتراسیکلین که باعث تغییر رنگ دندان ها و همچنین در حاملگی تغییر شکل استخوان ها میشه. یکی از عوارض جانبی شدید کلوروفنیرامین عبارت است از مگالوبلاستیک آنمیا، کمخونی فقر آهن، هایپوتنشن و آپلاستیک آنمیا. جواب هست آپلاستیک آنمیا. گروپ ادویه ضد میکروب کینولولی با مکانیسم تاثیر زیر میکروب ها را از بین میبرد. سبب نهی آنزیم دی ان ای جراز میگردد. سبب نهی آنزیم آملاز میگردد. سبب نهی پروتئاز میگردد. هیچ کدام جواب هست. گزینه ای. گروپ کینولول ها بالای میکروب های زیر تاثیر دارد. گرم مثبت، گرم منفی، باکتری گرم مثبت و منفی، ویروس، فنگس، پارازیت. جواب هست. گزینه ای. آنتی بیوتیک هایی که تاثیر ضد پارازیتی و ضد باکتریایی میباشد. تتراسیکلین، استرپتومایسین، ازیترومایسین و میترونیدازول. جواب هست استرپتومایسین. رژیم تداوی توبرکولوز قرار زیر هست. رژیم 6 ماه، رژیم 8 ماه، ای و بی، رژیم 3 ساله. جواب هست گزینه ای و بی. این دوا در رژیم تی بی توصیه می شود. ویتامین ایزونیازید، آهن، دوای ضد در. جواب هست ایزوز نیازید. باید مریضان توبرکولوز را در کجا تداوی کنیم؟ در کلینیک شخصی، در شفاخانه دولتی در خارج از کشور، در مرکز مجهز مریضان توبرکولوز. خود جواب هست گزینه دی. گریزفولوین و کتوکونازول از جمله کدام دواها هستند؟ آنتی باکتریال، آنتی وایرال، آنتی فنگس و آنتی پارازایت هست. جواب هست آنتی فنگس. برای مادران حامله و اشخاصی که کاندیدیازی فمی دارن از ادویه زیر کار میگیریم. میکانوزول، کتریموکسازول، دیکلوفناک و نیستاتین. جواب هست نیستاتین. برای مریضان ژیاردیایزیس و آمیبیازیس از کدام دوای زیر کار میگیریم؟ سیپروفلاکسازین، مورفین، آنتی اسید و مترونیدازول. چه اختصاصی برای اینها مترونیدازول هستش. درسته سیپروفلاکسین آنتی بیوتیک هست ولی برای ژیاردیا تاثیر نداره. مورفین هم ضد درد هست و آنتی اسید هم دوای ضد معده هست، اسید معده. برای مریضانی که مالاریا شدید نداشته باشن از کدام دوای زیر کار میگیریم؟ کلورفنیکول، کلوروفنیرامین، کلوروفیروورات و کلوروکین. جواب صحیح هست کلوروکین. برای تداوی پارازایت اسکاریس از کدام یک ادویه زیر کار میگیریم؟ مبندازول، مترونیدازول، میکونازول و میکوبالامین. جواب هست مبندازول. کدام یک از دوا برای اطفال کوچکتر از 2 سال توصیه نمیگردد؟ پیرانتیل، ویتامین بی 1، ویتامین سه، مبندازول. جواب هست پیرانتیل. کدام یک از محصولات زیر از جمله آنتی سپتیک ها می باشد؟ سلوشن رینگر، سلوشن گلوکوز 5%، سلوشن بیکربنات و سلوشن پاویتین آیودین. جواب هست پاویتین آیودین. آنتی سپتیک ها موادی هستند که از طریق زیر استعمال می گردن. از طریق اورال، انشقاقی، آیوی و موضعی. جواب هست موضعی. برای تعقیم آب از کدام محلول زیر کار میگیریم؟ دیتول، هیدروژن پروکساید، پتاسیم پرمنگنات، سدیم کلروید با فیصدی پایین. جواب هست پتاسیم پرمنگنات. اصطلاح اسماء قصبی برای کدام یک از مریضان درست است؟ استرس تنفس، آوازهای اضافی و صدادار، توسعه قصبات، بلغم، تب در صورت لرزه و تب با سرفه‌های شدید، فشار بلند، سردردی، استفراغ، تب خفیف و دوام دار. جواب هست گزینه یک. برای مریضان اسماء قصبی از کدام دواهای زیر استفاده می کنیم؟ پروپرانولول، پیلوکاپرین، سالبوتامول و بتا کینول. جواب هست سالبوتامول. خب تشکر از این که تا این لحظه با ما همراه بودی. امیدوار هستم که این ویدیو مورد پسند شما واقع شده باشه. تشکر از این که با لایک و کامنت از ما حمایت میکنید. لطفاً
این را برای دوستانتان شریک کنید تا ویدیوی بعدی. خدایا رو نگهدارتون.